خسته نباشی خواهر، کمک میخوای؟ ممنون داداش. خوبه خوبه. میگم هر کی اینجا رو ببینه خیالات برش میداره. چه خیالاتی؟ که نکنه اینجا خبرایی و ما بیخبریم. چه خبرایی؟ این که اینطوری به این خونه رسیدن و ترگل برگلش کردن و تر و تمیزش کردن سوال داره دیگه نداره؟ بعد از این همه سال، بعد که خونه یه رنگ روی به خودش گرفته، از وقتی که چشم کردیم خونه رو همین شکلی دیدیم، هیچ تغییری نکرده بود. حالا منظور شما چیه؟ هیچی بابا، خواستم سر حرف رو واک کنم و تو رو از کار بیکار کنم. خوبه؟ راستی داداش نمیریم پیش همون سیف الله اینا؟ چطور مگه؟ آخه خیلی وقته که صدای حرفشون نمیاد، انگار همینجور ساکت نشستم پیشم. ای کلک، میخوای منو دست به سر کنی؟ باش باش. کجا قیبه زدم اون؟ دیدی دوستن چه بساطی باز خودش را انداخته؟ یه دیوار پر کرده از مدالاش و عکس و تفصیلات. الحق که تو این چند ساله حسین خوب پیشرفتی کرده داداش. از وقتی که من زدم کابششی کندم، حسین خیلی تلاش کرد تا تونست این همه مدال و کاب بگیره. به تازه اینجا اول راهه. بله، اینجا تازه اول سربالاییه، سربالایی که حسین میتونه تا آخرش بره یا که مثل بعضیا وسط را اتراق میکنه. ولی با همه اینا آقا جون، حسین تو این چند ساله خوب خودش نشون داده. به نظر من کشتیگیر خوبی هم میشه. جواد جون، آدمیزاد قابل پیشرفته، منتها باید خودش بخواد. بله آقا جون، اگه زیر بالشو بگیرن، اگه سنگلو پاش نندازن، اگه اگه خدا بخواد ایشالا دیگه مرخصه مرخصه. ایشالا که خدا میخواد مادر جون. مادر جون کی توه؟ داداش جوادی با عمو سیف الله و آقات. برو تو مادر. من رفتم. درود سرکار. سلام. خسته نباشی. سلامت باشی. اومدی مرخصی؟ بله، اگه خدا بخواد دیگه مرخصه مرخصه. خب به سلامتی. سلام آجون. سلام دادش. سلام. سلام خانم. چطوری بسر؟ ممنون. شما خوبی؟ سلام آقا جون. السلام. خسته نباشی. نباشی. پاپ. اومدی مرخصی؟ بله. حسین. بله آقا جون. خستگیت که در رفت، بیا باید کار دارم. چشم آقا جون. حسین ببینم پسر، هنوز که به سیبیلات سبزی آش چسبیده سرکار. سر به سر بچم نذار جواب. اول اندش که داداش، اونجا تنها چیزی که اونا میدن آشه یا پلو خورشه
یکی چلو مرغه. بیا تو دم در بده بسر. یادش بخیر عمو سیف الله، اون موقعی که ما سرباز بودیم هر وقت نهار کتلت میدادن هفتش ده سر میشته. جدی میگم عزیز، آخه کتلت که نبود، بگو پاره آجو واسه نصف کردنش باست میزدیم به زانو. چم جواد این جواد رو ببینی کابه دیده استش کو تحویلید میده. بفرم برم یه چیزی بیارم گلویتون رو تازه کنی. دستون برم. خب چه خبر خانمو؟ قراره اردو بذارن، چند وقت دیگه تیم قراره بره خارج. یعنی به ما هم وصلت میده؟ چند وقت دیگه مرخص میشی؟ یه مسابقه کشتی گذاشتن، من اول شدم، به خاطر همینم 15 روز مرخصی تشویقی بهم دادن. با این حساب دیگه تقریبا تمومه، بعدشم باید برم دنبال تصفیه‌ام. پس میتونی بیای اردو؟ بله، پس چی که میام؟ تازه با سرم میام. حالا اسمتو رد میکنم. خیلی ممنونم آجون. به 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 بده من عزیز جون. بیا ایسم آمو جان. بفهم داداش. دست شما درد نکنه داداش عزیز. بر تو آوردم مادر. دستتون درد نکنه. خیلی مخلصم عزیز جونم. باش تا صبح دولتت بدمت. در ضمن شیرینی پایان خدمت فراموش نشه، این شربتو که عزیز درست کرده. به چشمم داداش چشم. حالا باید دستی بالا کنیم آقا سیف الله. بچه‌م الحمدلله دیگه سربازیش هم تموم شده انشالله. عزیز جون چیزی داری من بخورم؟ خیلی گشنم ها. آره مادر، گوش کوبیده از زور مونده، برم گرم کنم برات. دست درد نکنه، حالا که یه لقمه گوش کوبیدم دست درد نکنه. الان باش بیا. ببخشید حسین. به نظرم عزیزی خوابایی واسه دیده ها. شما از کجا فهمیدی؟ پسر مگه نشنیدی حرفاش بودار بود؟ سر منم همین بلا رو آوردن، تا اومدم بگم چی توق انداخت گردنم. به هر حال مواظب باش، به این سادگی دمبلای تله ندی ها. نه داداش جان حواسم هست. برو منم حواس دارم. سلام نیرجا. خیلی مخلصم. سلام حسین آقای گل، خوش اومدی. چیکه شما؟ شما خوبی؟ قربون تو، چطوری؟ آقا فضل الله، آقا فضل الله، ببین کی اومده. حسین آقا خیلی مخلصم. آقا فضل الله سلام باشین. چاکرم. چطوری؟ شما خوب هستی؟ چه خبر این ورا؟ خب دیگه بالاخره شطور رو کشتند و حاجی خلاص. یعنی سربازی تموم شد؟ بله تمومه تموم. پس دیگه بچست به کشتی و کنده حریف جهانی رو یه رفعه بکش. شالله اون که رو شاخشه دیگه، ضربه است امو فرضی ها، دیگه ضربه ضربه است اندفعه. شالله امو شیرنی ما یاد نره ها. اون که جای خود داره رو چشان. نمیدونی اصغر و سربازی چه سوری داده بود، جات خالی بود. راستی نمیدونید چرا اصغر زود مرخص شد؟ اصغر دو ماه من زودتر خوش معرفی کرد، دو ماه من زودتر ترخیص شد. پس مفت جنگ ما. شیرنی رو هم رو هم خوردنم زیاد حال نمیده. خب دایره چپ کاری ما نداریم. قربون دوست جون. بیبه بخو. بچکشم. خیلی به سلام برسون. بزرگی ترسون. دولا پنام برسون. خیلی نوکرشم. یالی.
گفتم کارت دعوت شما رو خودم بیارم. دست درد نکنه، چقدرم قشنگه. ایشالله مبارک باشه. ممنون. پس دیر نکنید، میخوام سر سفره عقد شما هم باشید. باشه عزم جون، حتما. ساعت چند؟ آخ دیرم شد، من دیگه باید برم. چیزی نخوردی؟ بمون حالا. نه دیگه برم، یه چند جا دیگه هم باید سر بزنم. خوش اومدی، لطف کرد. خیلی سلام برسون به عزیزه. سلام. سلام. داری تشریفی برین؟ بله با اجازتون. خواهش میکنم. شنیدم سربازیتون تموم شده، مبارک باشه. خیلی ممنون. انشالله به سلامتی. با اجازت. خدا نگهدار. بفهم دهنتون شیرین کنید. نه خواهش میکنم، زحمت نکشید. نه بابا. خواهش میکنم. حرفا چیه؟ بفهم. دست نخوردم مردی تو بهتر بود. خواهش میکنم بفهم. خیلی ممنون. خواهش. با اجازت. خدا به سلامت. شدن و خوابالو نظام جمع کار کردن و پوتین بال زدن و تخت خواب آنکات کردن، اینا همه چی دیگه تموم شد. اما خیلی خوش گذشت. سلام داداش. سلام خانم. عزیز کو رفته بیرون، حالا برمیگرد. خب حالا بفرمایید دهنتون شیرین کنی. ای شکم، تا حد نیوردی اینو دست نخورده برسونی خونه؟ نه خیر، به مهمونتون تعارف کردم. دمه در ازم خانومو دیدن. این چیه؟ این کار تبروسیه. به به مبارکه انشالله. مالی کیه؟ عروسیشه؟ چه زود و بیخبر. مگه نمیخواست درس بخونه؟ چرا؟ ولی خب پیش اومده دیگه. پیش میاد. همین همینجوری سر راه آدم سبز میشن و بعدم راهشون رو میکشن میرن. انگار نه انگار که این مسئله که دل صاب مرده ای هم داره. انگار نه انگار که وزگاهش چیزایی ساخته و خیالاتی داره. ببینی وقتی بخواد بیاد از در و دیوار میاد. حالا هم مبارکش بشه. شام پوشش از اردو هم زده گفت. شنیدی که حسین خدمتش تموم شده؟ آره، ولی این دفعه دیگه کارش تمومه. همون اول زهراش کردم. اگه به هم بخوری حالا دیگه حسین تنها رقیب تو نیست، چند تا دیگه هستن، اونم همه قدر. اونا رو بی خیال،
وای مهران حسینه که یه دفعه هم شده برای همیشه باید پشتش رو به خاک برسونه. ببین اصغر جان، این حرفو بگذاریم، حسین کشتیگیر خوب. من باید نفر اول باشم. تیم هر جا خواست بره، هر جا خواست کشتی بگیره، اول باید انگوش به اسم من بزنم قاسم جون. نه حسین. سلام بچه ها، خسته نباشی. محمد یاشش باید سلام دو بلند بفرست. بچه ها یادگیری کنید، دو به دو بشین، یه خود مروفن کنید. پرسی های شما ببینم چته، خیلی تو هپلوتی. نه واجه خواهد اونج یه ذره تو خودم بودم. ببخشن گرد سلم. از کشتی چه خبر؟ من که خبره نیست آجا. تمرین میری؟ ای ره کن یه سر میزن. پس یه لکه لکی میکنی. آره بهتره به اجرای این کارا به تمرینت برسی، حریفات هم دست کم نگیری. باش آقا ما هیچی به دست کم نمیگیریم الا خودمون، ما کوچیک همه ایم. باش آقا شنیدم اصغر واسه خط نشون کشیده داره. ای بابا این اصغر هم یه عمر داره واسه ما خط نشون میکشه. خب آقا جونم نیست که جایی میخواستی بری؟ آره بله باش آقا. برو بابا جون برو. فعلا با عزت باش آقا. خیر پیش بابا. حسین تو نمیخوای یه تکونی به خودت بدی؟ دلم میخواد علیم، اما دل و دماغشو ندارم. دل و دماغشو نداری؟ این حرفا کدومه پسر؟ نگاه کن بچه ها چه سرحال قبراق دارن کار میکنن. بلند شو بلند شو، وقتی کار بکنی دل و دماغشو به دست میاری. باشو دونه علیه یه جوری هم سواله هیچ کاری رو ندارم، هیچی نمیتونه سن زوغم بیاره. حتی کشتی؟ حتی کشتی. نه بابا مثل که اوزاد خیلی قمر در عقربه. عقرب؟ آره عقرب. به جای این حرفا بلند شو، بلند شو یه تکونی به خودت بده، وقتی عرقت در بیاد قبراق و سرحالم میشی، دل دماغم به دست میاری. پاشو پاشو معطل نکن ببینم.
حسین یا با حسین کار بچه ماشالله خوبه کار کنید کار کنید مطلب نکنید حسن تو هنوز اینجایی؟ باشگاه تعطیل شده بچه همه رفتن چرا نرفتی؟ منم داشتم میرفتم علی آقا اما به خودم گفتم که کجا برم؟ کجا بری؟ خب معلومه دیگه خونه برنشو ببینم من منظورم این نبود علی آقا منظورم این بودش که از دست خودم کجا برم آره دست انداختی؟ علی آقا تا حالا شده براتون پیش اومده که شما بخوایی دست خودتون فرار کنی پاره وقت چیه حسین؟ تو چند وقتیه خیلی به هم ریختی بله علی آقا دلم میخواست از خودم درامو برم توی قالب دیگه یه آدمی که تو کوچه از کنارم رد میشه به جای یکی دیگه باشم برای من فرق نمیکنه که کی هست فقط این آدم نباشم تو این زمانی که الان هستم نباشم علی آقا مثلا برگردم به زمان عقب زمانی که بچه بودم و چیزی حالیم نبود یا برم تو زمان آینده که تمام این اتفاقات کهنه شده باشه علی آقا میفهمی چی بهتون میگم علی آقا راستش من نمیفهم تو چی میگی اما حس میکنم منم یه وقتایی اینجوری میشم یه وقتایی که ای بابا تو هم بیکاری ما رو انداختی تو حول بلا ول کن بابا از این حرفا بیا بیرون بذار تو خودمون باشیم بزن بریم خونه بزن بریم قسمت رد میکنم که بری اردو ای خواهد نخواستی چرا؟ چرا نمیری؟ همه میگم وقتی میری تو باشگاه میگیری میشینی یه گوشه ای و تو خودت میری نه با کسی تمرین میکنی نه با کسی کاری میکنی تو عالم خود شد شده پسر؟ هیچی همون یه ذره ناخوش احواله خب ببرن دکتر میخوای ببرم دکتر؟ نه موجود خودم خوب میشه حقیقتش هم یه حالش هم ندارم برم تمام حالش ندارم چیه؟ کشتی گیر و از همیشه سرپا و رو فرم باشه نه که یه گوشه کت کنه بگیره بشینه پس فردا حریفاتا میخورنه بسر به خودت بیا آقاد میدونه چه برای به سر خودت داری میاری خب مگه من دارم چیکار میکنم همون به موقعش را میفتم میرم سر تمرینه از اینا گذشته این همه تمرین، این همه باشگاه، این همه اردو، اینا بس نیست؟
اگرم که میخوام مسابقه بزنم خب بزنم. همین خوشتگی قبل از هر مسابقه ای بس با مربی شوشه، اونم تو اردو، همش اردو اردو. بترسم اگه خدای نکرده یه روز غرور و منیت بگیرده تا یه کارت زاره. اینجا بفرمایید تو. داشتیم با حسین صحبت می‌کردیم. اینه بفرستنش بیرون. نذارید. باید بره تمرین. ولی شما بهش بگین. ما دیگه زبونمون مو درآورده اینقدر بهش گفتیم. بفرمایید تو. میام خدمت شما. بفرمایید با حسین صحبت. مادر می‌خواد یه چیزی بیاری براشون. ببخشید با اجازهتون. حسین عجزالله صحبت میکردیم، گفتم که حاجی جونی حسینه یه جوری شده، این که اختصای جوانی شه. حاجی جون تن به کار نمیده، باشگاه نمیاد، تمرین نمی کنه، اصلا پاک بی خیال شده. مثل این که این که تو میگی خطریه، اما این بخور زمین دیگه بلند نمیشه. مگه چی مردو نمیره؟ چرا اردو هم گذاشتن اما حسین نرفت؟ مگه میشه امو؟ میدونم آجی، میدونم که نمیشه. میگم آموشو یکی باید با باباش صحبت کنه. که هر چی به این حسین گفتیم اصلا فایده ای نداشت. کنه نه یکی باید با باباش صحبت کنم. با اجازه. حوصله‌شو ندارم. وا حوصله‌شو نداری؟ مگه عروسی رفتنم حوصله میخواد؟ عزیز بیا بریم مادر،
خوبیت نداره. دعوتمون کردن، کارت عروسی برامون فرستادن، آقاد که نمیاد، تو هم نمیخوای بیای؟ عزیز چی کارش داری؟ اصلا بیا چی کار؟ بیا چی کار؟ بیاییم بریم، دیرمون میشه، باید سر سفره وقت باشیم. پس نمیای؟ عزیز قربون خدا برم، با این بچه های این دور زمونه آرش میاد جواب مادرشون هم بدم. نمیای که نیا. بریم مادر. عزیز نمیخواستم بهتون بگم، ولی نمیدونین وقتی که حسین کار دعوت رو دید چه حالی شد، انگار خونه رو رو سرش خراب کرده بود. تو میدونستی؟ چیا میدونستم؟ اینکه حسین خاطر اعظم رو میخواسته. خب وقتی که اعظم اینجا بود تو میدیدش دست و پاشو گم میکرد، هول ورش میداشت، گاهی اوقات هم خودشیرینی میکرد، ولی من نمیدونستم دیگه تا این حد. دیگه چی رو میخواستی ببینی؟ چرا به من نگفتی مادر؟ باور کنید من نمیدونستم اصلا قضیه اینقدر جدی. خود حسینم که یک کلمه حرف با آدم نمیزن. شاید من میدونستم نمیذاشتم اینجوری بشه. خدا کنه تو روحیش اثر بد نذاره. قسمت دیگه مادر، شاید قسمتش کسی دیگه باشه، خدا بهتر میدونه. خب نگفتین دیشب عروسی خوش گذشت؟ بد نبود، جاتون خالی بود. یادم رفت بپرسم حسینم اونجا بود؟ نه نه ایمد، شما که نیومدین اونم تنهایی روش نشد بیاد. اه حیف شد آقا جون. ای گدا نوشه جون. منم دیشب اگه مجلس خط نبود حتما میمدم. خب خانم شما دستوری نداری؟ میوهم تم شد، یخده میوه برامون بگیر. چشم زشد بی بلا. حسینم صدا رو زدین، لنگ زوره، مثل اینکه با شیپور باید بلندش کرد. چشم، بلندش میکن. حسین، هنو تو اتاقتی؟ مگه نمیخوای بیای؟ حسین
عزیزم شما دیگه با حسین حرف نزنی، من دیشب خیلی باش حرف زدم، بهش گفتم به قول شما شاید قسمت این بوده، با قسمتم که نمیشه در افتاد، حالا خیلی آروم تره. میدونم مادر، هرچی در بارش حرف بزنیم بیشتر کلافش میکنیم، حواسم هست، فقط خدا کنه تو خودش بیاد بیرون. خدا دیرم میشه. برو مادر به سلامت. هسته بخوابیه اردو میخوای نامه فدای شوم واسه بفرستم ها؟ ببینم من اینکه اردو بیا نیستم، هر کی هم منو میخواد اردو بی اردو همینجوری باید من رو بذارم توی جی. تو کی هستی پسر؟ چه فرقی با دیگران میکنی؟ فرق منو با دیگران خودتون بهتر از همون میدونم. اونقدر با خودت بد نکن. چه بدی امو؟ میخوری زمین ها؟ میگی نه؟ خاک بریز بشه هستم ده بریز ده. نشده درسته؟ درسته. پس بسه چی بیاد اردو؟ سیفی تو این حرف رو میزنی؟ آقا احمدی خودت میدونی که حسین برای بقیه هست نیست؟ ولی این دلیل نمیشه که اردو نیاد. میشه؟ خب نه. الان چند ماه هیچ جا هیچ مسابقه ای نداشتیم که بچه ها محک بخورن. علی آقا میگفت حسین گاهگداری که باشگاه میرفته کار نمیکرده. خب همه اینا رو میدونم آوازه. اینا میدونی که کشتی تمرین هر روزه میخواد؟ اینا میدونم، اینا میدونم که حریف باش هر روز تمرین میکنم، ولی از آقا شیرونم چرا چیزی بهش نمیگه؟ اون هیچی نمیدونه. حسین سپرده به من گفته گوشتش مال تو استخونش مال من، ولی نمیدونم حسین چرا گوشت تلخی میکنه. از کجا معلوم که فردا بگه مسابقه بی مسابقه؟ اونجوری نیست آقا احمدی، قول میدم وقتش که رسید خودش میرسونه. میگی نه؟ خاک بریز روش هستم. آقا سیفی من هیچ قولی نمیدم، اگه کمیته فنی برای نیومدنش به اردو ایراد گرفت مسئولیتش با خودش. باشه؟ باشه احمدی جان. بفهم این چایی ببین حسین، این کشتی رو که بگیری میری واسه فینال، حریفت شهرستونیه، بچه کرموشاست،
من میشناسمش، تمریناشو دیدم، اما نمیدونم شگردش چیه، ولی حواستو جمع کن چون خیلی بد افت شگره. حواستم بهش اصلا نمیدونش. ببینم میدونی حریف فینالت کیه؟ هر کی باشه فرق نمیکنه. نه اگه اصغر باشه فرق میکنه. این کرموشاییه رو که بزنی کنار، اگه یه کشتی قدر داشته باشی اونم با اصغره. اصغرم داره این بولدزر جاده رو صاف میکنه میاد جلو. اصغره دیگه اون که فقط عدد رجز بخونه. نه اینطور نیست، اصغر رو دستگیرم نگیر، اصغر رو دستگیرم نگیر، ولی فعلا فقط به این حریف فکر کن، به حریف کرموشاییه. برو ببینم چیکار میکنی. برو دیگه هم باختم عزیز. فقط خدا میدونه که سومیش چی باشه. خیر ایشالله. اول دو گوشم لابود خیر بوده مادر. حسین قصه چی رو میخوری؟ برای گوشتی فکر میکنی؟ اینقدر مادر بالا و پایین داره که نب دوم از این هر کسی خودش یه تجربه است. ای کاش فقط کشتی بود عزیز. نگو نگو مادر. به
فکر آقاد نیستی؟ اگه بدونی چه حرفایی میزد، تو فکرش باز خودش دنیایی ساخته بود، اونم با تو. نه دیگه عزیز، کار من از این حرفو گذشته. یه جوری حرف میزنه انگار آسمون به زمین اومده. اومده عزیز، اومده. اگه آسمون چجوری به زمین میاد؟ یا اصلا آسمون چجوری باید به زمین بیاد که ما بفهمیم آسمون به زمین اومده؟ اینه نگاش، مثل پیر مردای حرف میزنه انگار هزار سال عمر کردن. ببین عزیز، گاهی وقتا آدمی زد یک شبه پیر میشه، گاهی وقتا هم که برشون. من دیگه درست بشو نیستم، من دیگه کارم تمومه.